فواید گیاهخواری. نویسنده صادق هدایت. قسمت چهارم. ناظر ضبط فرهاد عزیزی. راوی احسان مرادپور. صداگذاری افشین مرادپور. مدیریت برنامه فرشید رشیدا. تهیه کننده بنیاد آینه. قانونگذاری که پس از زرتشت آمدند، مزدک و مانی، مانند بودائیان خوردن گوشت را قدغن می نمایند. پیروان فیثاغورس از انجیر و سبزیها و میوه و عسل و نان زندگانی می کردند. خود فیثاغورس که به سن 100 سالگی مرد در باب گوشت خاری گفته: بترسید ای میرندگان که خودتان را به چنین خوراک چرکینی آلوده سازید. هوراس نقل می کند که عرفه برای آرام کردن طبیعت درنده یونانیان قدیم استعمال گوش را منع نمود. حضرت امیر که زندگانی ریاضتمندانه می نموده راجع به گوشتخواری می فرماید: لا تجعلوا بطونکم مقابر الحیوانات. در اسلام بسیاری از طریقتهای متصوفین و عرفا گیاهخوار بودند. پزشک نامدار ابو علی سینا مرید گیاهخواری بوده و در کتابهای خودش مزار گوش را بیان می نماید و گفته: حذر کنید از خوردن گوشت جانوران. همچنین نجم دین رازی در مرصاد العباد نوشته: از گوشت بسیار احتراز کنید و نظریات خود را شرح می دهد. سنکا که یکی از فلاسفه بزرگ بوده است، بر ضد استعمال گوشت مطالب مهمی می نویسد که مختصر آن این است: 1. هیچ چیز آنقدر طبیعی نیست مگر تنفری که از خوردن گوشت حیوانات به ما دست می دهد. 2. اگر آدمیان اولیه به این کار تن در دادند، از روی ناچاری فوق‌العاده بوده. 3. نمک نشناسی، بربریت و هواپرستی از خوردن گوشت پیدا می شود. 4. ساختمان بدن انسان برای گوشتخواری درست نشده. شما از اژدهای وحشی، یوز پلنگ و شیران سخن می رانید و خودتان در ستمگری دست این جانوران را از پشت بسته اید، چون که کشتار برای آنان خوراک به شمار می آید، اما برای شما یک لقمه لذیذ است و باید آنقدر ظرافت به کار ببرید تا تنفر آن را بپوشانید. پلوتارک از فلاسفه یونان می گوید: تو از من می پرسی چرا فیثاغورس از خوردن گوشت جانوران پرهیز می کرده؟ اما من برعکس از تو سوال می کنم: کدام انسان اول جرأت کرد که گوشت مردار را به دهان خود نزدیک بکند، که سر سفره خود اجساد کشته شده و لاشه استعمال بنماید و در شکم خودش اعضایی را غوطه ور سازد که لحظه ای پیش آواز بر می آوردند و قرش می نمودند و راه می رفتند و می نگریستند؟ چگونه چشمهای او طاقت دیدار کشتار را آورد؟ چگونه توانست خون گرفتن و پوست کندن و تکه تکه کردن یک جانور بیچاره بدون دفاع را ببیند؟ چگونه توانست طاقت منظره گوشت های لرزان را بیاورد؟ جانورانی که شما می خورید آنهایی نیستند که دیگر
عبارت می باشد تا نسوج او نرم و از جمله یک بیت او این است: گوشت حیوان مانند شکنجه روح فریاد می کشد و مرگ در درون تو تولید مرگ می کند. فیلسوف بزرگ و نویسنده نامدار روسی تولستوی می نویسد: عادت گوشتخواری بازمانده ازمنه بربریت است.
این طرز خوراک را پذیرفتند. همچنین پیروان عقیده مزداسنان و یزدانیان و غیره که دارای نفوذ بزرگی هستند، از روی همین طرز خوراک پیروی می نمایند که شرح آن